درود بر فرزندان ایران زمین. فرزندان ایران زمین، بدون یک پروژه و یک برنامه هماهنگ با خواست دموکراتیک آحاد مردم ایران نمیتوان فردای براندازی را تضمین نمود. باورهای ما پس از براندازی چنین خواهد بود: یک، ایجاد یک جامعه مدرن، نوگرا و پیشرفته که در آن دین از سیاست و دولت جدا خواهد بود. دو، ایجاد امنیت و آسایش و رفاه عمومی برای فرد فرد ملت ایران. سه، استقلال، آزادی و حاکمیت ملی بر پایه مردم سالاری و حکومت مردم بر مردم. چهار، آزادی تمام احزاب سیاسی اجتماعی در چارچوب قانون. پنج، گسترش فرهنگ ملی و ملیگرایی و ارج بخشیدن به آن. شش، هر نوع نظام و ساختاری که ملت ایران برگزیند مشروعیت در سطح ملی و بین المللی خواهد داشت. هفت، روند آزادی اقتصاد یا اقتصاد آزاد بر پایه نظارت دولت. هشت، ایجاد روابط انسانی و عادلانه ما بین کارگر و کارفرما، کارمند و مدیر و رعایت عدالت اجتماعی در قوانین مدنی کشور و در نتیجه مسئولیت داشتن دولت در ایجاد رفاه اجتماعی برای فرد فرد ملت ایران. نو، خودگردانی اقوام و تیره های ایرانی، گسترش و ارج نهادن به فرهنگ و زبان قوم های ایرانی. البته باید متذکر شدیم که زبان ملی پارسی خواهد بود. ده، بعد از براندازی حکومت جبار اسلامی، عفو عمومی شامل جنایتکاران و دزدان سرمایه ملی نخواهد شد و کسانی که قبل از براندازی و سقوط حکومت اهل عمامه به ملت ایران و جنبش سپید براندازی بپیوندند، با آغوش باز مورد استقبال مردم ایران قرار خواهند گرفت. فردای براندازی کشور تحت نظر شورای براندازی برای مدت یک سال یا بیش اداره خواهد شد. در این میان منتخب شورای براندازی نهاد ریاست جمهوری مشروطه را عهده‌دار خواهد بود و دولت منتخب با همراهی و هماهنگی نیروهای مسلح ملی امنیت و آسایش را در ایران ایجاد خواهند کرد. در این مدت گذار تمامی احزاب سیاسی اجتماعی و میهنی غیر وابسته پس از ثبت در وزارت کشور به تبلیغات برای انتخابات ادامه خواهند داد. نخستین انتخابات در مورد تعیین نوع رژیم می باشد: یک، خواه جمهوری مشروطه مشروط بر پیشنویس قانون اساسی تهیه شده توسط سازمان پارس و شورای براندازی. دو، پادشاهی مشروطه مشروط بر پیشنویس قانون اساسی تهیه شده توسط سازمان پارس و شورای براندازی. پیروه آن انتخابات مجلس مؤسسان صورت خواهد گرفت که مأموریت آن اصلاح و تدوین پیشنویس قانون اساسی نوین خواهد بود. پیروه آن انتخابات برای برگزیدن شخص اول مملکت خواهد بود. سپس انتخابات مجلس شورای ملی و ایجاد دولت منتخب مردم و نخست وزیر می باشد
با این روش و همراهی فرد فرد ملت ایران، آزادی، آبادی و سرافرازی را در ایران بزرگ پایه‌گذاری خواهیم کرد و دموکراسی در ایران نهادینه خواهد شد و یک نظام حکومتی مردمگرا و ایران دوست با همراهی تمام فرزندان ایران زمین بر ایران اهورایی سایه خواهد افکند. با همراهی تمام فرزندان ایران زمین این روند همچنان ادامه خواهد داشت. به گفته ای قلب من چون می تپد با نام ایران، خون من هم می جهد با نام ایران، روح من پرواز کنان بر بام ایران، زاده هم آخر منن.